سفرم با استرالیا وقتی که میخواستم بیام، خب سفرم خیلی طولانی بود، یه چیزی حدود 20 ساعت یا 24 ساعت ما تو راه بودیم. دفعه اولی هم بود که از ایران خارج میشم، سوار هواپیما میشم. خیلی واسم سخت بود، استرس داشتم، ولی خب به خاطر وجود راهنما چه تو فرودگاه مهرآباد چه توی بانکوک و چه توی سیدنی تونستیم سفر خوبی داشته باشیم. اولین احساسم به اینجا، چون اولش خیلی خسته بودم و شب بود که اینجا رسیدیم، زیاد احساس نداشتم، ولی وقتی روز فرداش دیدم اینجا رو خیلی خوشحال شدم. از مناظر اینجا خیلی خیلی خوشحالم میکرد دیگه، اینکه آب و هواش خیلی برام جالب بود، اصلا باورم نمیشد یه همچین آب و هوایی داره. در استرالیا که رسیدیم همین مددکارا خیلی برای ما کمک کردن، خیلی ما رو بردن، کارت بانک واس کردن، ستلنگ برای ما، مثلا دیگه کارت 3-4 تا کارت بود برای ما بردن این طرف و طرف، ما رو خیلی برای ما زحمت زیاد کشیدن، راهنمایی کردن، مددکارا برای ما خیلی زیاد رسیدن. ولی خب دیگه برای ما سخت بود، ما زبان بلد نبودیم، راه رو بلد نبودیم. مثلا برد مترو ما رو اونجا مثلا یاد داد که برو این رقم بلیت بگی، این رقم سوار شو. ولی خب بازم رفتیم، ولی سخت بود برای ما، ولی راهنما خیلی با ما کمک کردن، تشکر میکنم ازشون. شوکی که من اینجا به اصطلاح به من وارد شد، دیدن فضای سبز اینجا بود، طبیعت استرالیا بود، اون دریایی که احاطه کرده دور استرالیا و اون هوای متنوع و متغیری که داره و بهترین هوا رو در روی کره زمین من فکر میکنم استرالیا داره. بیشترین شوکی که به من وارد شد آب و هوای اینجا بود. فکر نمی کنم هیچ جای دنیا آب و هوای اینجا رو داشته باشه. صبح یه مدل و ظهر یه جور و بعد از ظهر میبینی چنج میشه، تغییر میکنه. این که زبان بلد نبودم، یکی این که راه آدرس رو بلد نبودم، بعد اینا از همه بیشتر برام سخت بود. بعدش خیلی ناراحت بودیم، خیلی بورینگ بود برام، خیلی کسل کننده بود، چون بیشتر موقع تو هتل بودیم، جایی رو بلد نبودیم بریم. اما کم کم دیگه عادت کردیم، خودمون رو وفق دادیم. الان احساس عوض شده 100%. الان خیلی بهتر شدیم. بله بله، الان احساسم عوض شده، برای اینکه چند وقتی میگذره با زبون اینجا دارم آشنا میشم. اگه نمیتونم صحبت کنم، لااقل میتونم بفهمم چی میگن، شاید با منمن و اشاره کردن بتونم جواب بدم، کارهای راحت، لااقل کارهای راحت رو انجام بدم. دیگه جایی که میشینیم سیدنی، اوبرن هم تا حدودی میتونم راه خونم رو پیدا کنم، آدرس خونم رو میتونم پیدا کنم. الان خیلی بهتره، آشنا شدم. ما اول یه مقداری افسرده بودیم، هومسیک بودیم، و بعد به تدریج رفتیم کلاس، با معلمامون آشنا شدیم، معلمای بسیار مهربان و خوبی داریم و با مردم آشنا شدیم، با سیاه‌پوستان نشستیم، با چاینیزها نشستیم، دیدیم که مردم چقدر خوبن، همه از نظر ما نژاد همه انسان ها با هم خواهر و برادرن و ما خوشحالیم که در یک جای کشور زندگی میکنیم که مولتی نیشن هست و تمام اقوام در کنار هم به راحتی زندگی میکنن. مردمش عالی، مردمش واقعا عالیه، رفتارشون خیلی عالیه، احترام میذارن، همه به هم احترام میذارن، حقوقشون با هم برابره و خیلی عالیه. من خیلی از این رفتارشون راضیه. قشنگترین چیزی که من اینجا پیدا کردم یکی آزادی است، آزادی بیان، آزادی اجتماعی، یکی همی که کل آدم ها اینجا مساوی هستن. خیلی لذت بخش است که زن و مرد، پیر و جوان، افغانی، ایرانی، آمریکایی، کل اگه کدام برابر هستن یکی هستن و این خیلی خوب است. اینجا خیلی خوب است، مثلا کل اگه یک چشم سعی میکنه، اتنا میکنه که بگه یه افغانی است یا ایرانی است یا مثلا چاینیزی است یا بگه مثلا هندی است،
همه رو با یک چشم سعی میکنه، این رقمی نیست. کشور استرالیا یک کشوریه که آزادیه، تمام مردم آزادن. ما همه رسم و رسومات خودمون رو میتونیم اجرا کنیم، البته با قوانین استرالیا که رعایتش کنیم. محرم، زمانی که من اومدم نزدیک به محرم بود، ما محرممون رو گرفتیم بدون هیچ مشکلی. مسجد داریم، مسلمان ها برای خودشون مسجد دارن، هر مردمی برای خودش اینجا میتونه آداب رسوم خودش رو برقرار کنه. کامونیتی ما فقط از نظر روانی به ما کمک کردن، یعنی به اصطلاح به ما سر زدن، خب جویای احوال ما شدن، با ما صحبت میکردن، ما رو دعوت میکردن و ما به اصطلاح تنهایی بیرون میابردن و به همین طریق از نظر روانی، ولی از نظر مالی هیچ گونه کمکی نه ما از اونا خواستیم و نه اونا پیشنهادی به ما دادن. برنامه ریزی برای پولم اینه که چون اینجا کرای خونه خیلی بالاست، اول بسم الله مجبوریم که کرای خونه رو جدا بذاریم، بعدش هم که خرج خودمون و خونه و خورد و خوراک و پوشاکمونه، بعدش هم چیزای فکر مقدار خیلی کمی میمونه که میتونی باش چیزایی که احتیاج داری میتونی بخری، ولی در اون حد نیستش که بتونی واقعا به چیزایی که واقعا احتیاج داری برسی. پولی که به من میدن، من اول کرای خونه رو جدا میگذارم و بعد بقیه کرای خونه که بقیه اون پول برنامه ریزی میکنم که تو این 15 روز کم نیارم. و خب از هزینه های اضافی و اون چیزهایی که به اصطلاح غیر لزوم هست خودداری میکنم و به قول معروف یک زندگی به اصطلاح دست به دهن داریم اینجا و با همین زندگی میکنیم. خونه ای که توقع داشتم و توی ذهنم ساخته بودم نه، اصلا نبود. اول بزرگترین مشکل خونه اینه که اول پیدا کردنش خیلی مشکله، بعدش کرایش خیلی بالاست، بعدش هم حالا این آخرینش جز و آخرین حساب کنین که اون چیزی که میخواین نیستش، ولی مجبوریم که باش بسوزیم و بسازیم. در ایران ما مثلا میگفتم میرم استرالیا میرم، خیلی مثلا توقعی ما زیاد بود بریم اونجا خونه بگیرم، ویلا بگیرم، چی بگیرم، ولی اینجا آمدیم همچین چیزی نیست، از این خبرها اصلا نیست که مثلا شما فکرها رو بکنن، نیست. مخصوصا بسیار افغانای ما فکر میکنن که اینجا خانه میگیرن، خانه ویلایی، خانه کدستخر، همچی خبر اینجا نیست. اینجا خانهاش بسیار معمول است و خیلی هم قیمت است، کرای خانه بسیار بالاست، اما خانه معمولی رقم معمول ایران یا شاید خیلی خانه های چیزتر مثلا در میتونیم بشینیم، نه خانه خیلی کلان یا ویلای کدسترخت و فلان، نه از این گپا نیست. من در حال حاضر دارم درس میخونم ولی راجع به کار اطلاعات آنچنانی ندارم، ولی از دوستام، از خواهرم، از دوستای خواهرم شنیدم که خیلی سخت کار پیدا کردن در اینجا. زامن میخوان، سابقه کاری میخوان، زبان میخوان، تقریبا تا اونجایی که من شنیدم اینا. الان که ما در حال حاضر داریم درس میخونیم، فول تایم استودنت هستیم، اما اینجا پیدا کردن کار واقعا مشکله، چون که اکسپریانس میخوان، تجربه کاری میخوان و یکم که بعد انگلیسی خوب صحبت کنیم، به خاطر همین برای ما خیلی سخته پیدا کردن کار اینجا. استرالیا اونی بود که من فکر میکردم. استرالیا بعضی فکرام درست بود، فکر میکردم که میتونم اینجا درس بخونم، درست بود، ولی راجع به خونه پیدا کردن و کار پیدا کردن که خیلی سخته، فکر نمیکردم که اینقدر سخت باشه. من به جوونا و خانواده هایی که قصد اومدن به استرالیا دارن تاکید میکنم که واقع گرا باشن، نه ایدالیسم، چون ایدالیسم هیچ وقت انسان به اون ایده‌ای که داره نمیرسه. واقعیت ها رو در نظر بگیرن، واقعیت ها اونه که وجود دارن همه،
در هر جایی از کره زمین این واقعیت ها وجود داره. اون چیزی نیست که ما تفکر میکنیم که باید اینجوری باشه، واقعیت ها چیز دیگر است، واقع گرا باشند. بهتره که واقع گرا باشن. البته من میگم استرالیا هم اون مدینه فاضله نیست که تصور میکنن. مشکلات فراوونه و همه جای کره زمین مشکلات هست و اینجا هم با وجود کمک هایی که دولت میکنه و با اون مسائلی که در خودش هست مشکلاتی وجود داره. همین آزادی که داره که خیلی خوبه. نه باید مشکل هم. تنها حرفی که دارم برای کسایی که میان اینجا، اول اینکه خوشحال باشن، نه اینکه میان به استرالیا، کشور واقعا خوبیه. بعدش اینکه درس بخونن، اینجا اومدن میتونن به هدفهاشون برسن، میتونن به فکراشون، به فکرها و آرزوهایی که دارن برسن، کار کنن و میتونن یه زندگی راحتی رو اینجا فراهم کنن برای خودشون، برای خانوادهشون. یک، نه که اینکه مثلا مشکلات نیست، مشکلات هست، همیشه هست، در همه جا هست، ولی ممکنه با درس خوندن، کار کردن و تلاش کردن میتونی به آرزوات برسی، به هدفات برسی. پیام ما برای دوستا، برای مثلا همشهری ما اینم است که خیلی باید فکر کنه، فکر نکنه که در استرالیا میره که برم ایتو کار کنم، ایتو موتر بخرم و ایتو خانه بگیرم. و اینجا سخت است، تا که زبان یاد نگیری چرا یاد نمیگیری؟ تازه زبانم که یاد بگیری کار پیدا کردن اینجا خیلی سخت است، آسان نیست. ولی من اینجا آمدیم خیلی از دولت استرالیا تشکری میکنم که بچه های من راحت باشه، خودمم راحت هستم، خیلی زیاد تشکری میکنم. نصیحت من است که واقع گرا باشن، یعنی همون چیزی رو که واقعیت دارن همون چیز رو ببینن. از ما مردم افغان که هستن یکان فکرهای دیگه هم میکنن، در فکرشون چیزهای دیگه هست. میفهمم کلاسایی که برشون میمونن، چیزایی که برشون میگه همون رقم بگیرن، اشتباه فکر نکنن. اینجا مشکلات زیاد است، ایت جای دنیا بدون مشکل نیست. مخصوصا برای ما که مهاجر هستیم مشکلات بیشتر است، چون زبان یاد نداریم، که قوانین اینجا آشنا نیستیم. تا بیایم یاد بگیریم قوانین اینجا رو یاد بگیریم، خب مشکلات بسیار است. مگم مشکلات رو که تر کنی، در اون چیزی که میخوای اینجا میرسی، شاید در جای دیگه نتونستیم. وگم اینجا اگه تلاش خودت باشه، تلاش کنی در اون چیزی که میخوای حتما میرسی. حالا طولانیست. در آخرم تشکر باید بکنم که این وقت بر ما دادین که ما گپای خدا بزنیم. تشکر. خداحافظ. بای.